این کنفرانس در آستانه سالگرد یورش وحشیانه قوای عراقی به ساکنان بیدفاع اشرف در 19 فروردین برگزار میشه. حمله 19 فروردین در حقیقت مهمترین پاسخ خامنه‌ای به قیام‌های مردم ایران بود که کمتر از 2 ماه پیش از اون تمامیت رژیم آخوندی رو به لرزه در آورده بود. از این نظر این واقعه آینه ای است که هم نیاز مبرم رژیم آخوندها و از بین بردن جنبش مقاومت رو نشون داد و هم دست نشاندگی دولت عراق و هم رویکرد غیر مسئولانه دولت آمریکا که تعهد خود به تک تک ساکنان اشرف رو نقض کرد و سیاستی در پیش گرفت که مطلوب رژیم آخوندها بود. حقیقت این است که حمله به اشرف در اصل نمود یک بحران بزرگ یعنی مسئله ایران است، زیرا رژیم ولایت فقیه به بن‌بست رسیده است. افزایش بی سابقه اعدام ها در ایران که در یک سال گذشته به 670 مورد رسیده، تشدید فعالیت ها برای تولید بمب اتمی و شرکت مستقیم در کشتار مردم سوریه اجزای این سیاست رو تشکیل میده. اما در کانون همه اونها تلاش برای از بین بردن مقاومت سازمان یافته و مشخصاً حمله به اشرف است که کلید تغییر در ایران را در دست دارد. در حقیقت آخوندها برای فرار از سرنگونی به جنگ با مردم ایران، جنگ با مردم منطقه و جنگ با جامعه جهانی رو آوردند. برای مقابله با این جنگ افروزی شوم که صلح و امنیت جهان رو تهدید میکنه، یک سیاست قاطع لازم است. در قبال جنایت علیه بشریت در سوریه هم متاسفانه دولت‌های غرب یک موضع انفعالی و سکوت در پیش گرفتند، حالان که آخوندها با کمک دولت عراق پی در پی محموله‌های تسلیحاتی برای حکومت بشار اسد ارسال می‌کنند. و سرانجام اینکه سیاست ایالات متحده و اتحادیه اروپا مبنی بر تن دادن به متامع رژیم علیه اشرف و ادامه ناموجه نامگذاری علیه مجاهدین به سود آخوندهای تهران عمل کرده است. اما ذلت و عقب نشینی در برابر فاشیسم مذهبی یک روی سکه ورشکستگی سیاست مماشات است و روی دیگر آن حملات تند آتشین علیه جبهه مدافعان تغییر در ایران است. همه شاهدند که امروز یک گرایش نیرومند در میان سیاستمداران و مقام‌های ارشد و فرماندهان عالی رتبه نظامی در دولت‌های 20 سال اخیر آمریکا شکل گرفته که برقراری دموکراسی را راه حل مؤثر مسئله ایران می‌دانند. در کنگره و سنای آمریکا همچنین از سالها پیش این گرایش از اعتبار و پایگاه مهمی برخوردار بوده است. جبهه‌ای از شخصیت‌های نامدار آمریکا که به تلاش صادقانه و مسئولانه‌ای برای تغییر یک سیاست عقب مانده برخواستند. و اجازه بدهید در اینجا سخنان وزیر تامریش را نقل کنم که گفت: اگر می‌خواهیم یک ایران دموکراتیک را ببینیم، تغییر رژیم تنها امید ماست و پتانسیل کسب دموکراسی برای ایران در گروهی از اپوزیسیون است
که متعهد به تغییر دموکراتیک است، یعنی مجاهدین خلق که برای دهها با نسل کشی گسترده روبرو بوده است. بله، درود بر وزیر تامریچ و همه اون شخصیت ها. بگذارید در اینجا فراخوان قاضی مکیزی به آمریکایی ها را به یاد بیاوریم که گفت زمان آن فرا رسیده که سخن و رفتار ما بر اساس اصول و اعتقادمان باشد، تا وقتی نسل های متوالی بپرسند که ما برای پیشبرد نیکی و مقاومت در برابر پلیدی چه کرده ایم، پاسخی پیدا کنند که وجدان ما و آنها نسبت به آن راحت باشد. درود. سرانجام این پرسش بزرگ وجدان حقیقی آمریکا که از سوی آقای پاتریک کندی عنوان شده همچنان در گوش ها زنگ میزند. است که ما به عنوان انسان‌های خوب در کدام جبهه تاریخی ایستاده ایم، جبهه حق یا ناحق؟ و این خود او بود که فریاد کشید که دفاع از اشرف آزمایش برای تمامی بشریت آزاد است، چه در آمریکا باشند، چه در فرانسه یا آلمان یا هر کجای دیگر این جهان. واقعیت این است که همه موضوع ایستادگی مقاومت ایران در برابر رژیم آخوندی است که برای حفظ حکومت لرزان خود به جنگ افروزی و سرکوب رو آورده است. آخوندهای حاکم باید آرزوی خود برای نابودی یا تسلیم مجاهدان آزادی و به زنجیر کشیدن همیشگی مردم ایران را به گور ببرند. باشد که با همبستگی جهانی سال جدید به سال شکست فاشیسم مذهبی تبدیل شود، سال جدید سال پیروزی برای مردم ایران، مردم منطقه و کل دنیا باشد. از همه شما متشکرم.